افغانستان قلب ما است. به خاطرش خون خودم میتیم. سرور کومه سنگر نه. قیصر، من دیگه ایشه نمیفهمم. تو بالکل وظیفه رفتن نمیتونی. نمیتونی، نمیتونی. در وقت رخصتی پیش مکتب دختر خود انفجار میدی. تو پای برق وارداتی انفجار میدی. نباید مردم افغانستان در روشنایی زندگی کنن. همیشه در جهل تاریکی باشن. کسایی که در ارتش هستن بسی چی سخت بارمند هستن. خدا، وطن، وظیفه. به خاطر جنت رفتن. هر رقم انفجار، انتحار که باشه ما آماده هستیم. مردم بیچاره ما چی گناه دارن؟ شما خب فقط پشت مردم پوچ جنگ میکنین. مردواری روبرو در میدان چرا جنگ نمیکنین؟ اگر قیصر و جوانای مثل قیصر از وطن دفاع نکنه، خی کی از وطن و مردم بیگناه ما دفاع کنه؟ مقابلی کی گپ میزنی؟ بادارای دان هستیم ما. انتظار از او روز داشته باش که نقشه وطن تا از روی زمین پاک کنیم. کشوری که خدا همیشه دوست ما خطاب میکنه، یک جنرال خدا در لباس طالب بر ما توفه روان کرده. ما به افراد خود تمام چیزها را در مدرسه یاد دادیم. مقصد ما از بین بردن کافر ها و این توفه را که همسایه ما بر ما روان کرده میخواید جوانه ما را به نام دین، زبان و مذهب فریب بده. نام افغانستان باید از روی نقشه جهان نیست و نابود کنیم. یه خواست میجرهای ماست. راپورهایی که از ارگانهای کشفی استخباراتی به ما رسیدن، دشمن از چندین روز به این طرف پلان حمله را در شهر کابل و مکاتب گرفتن. میفهمی چیز؟ تو خود شجاع فکر میکنی. تو و رسیر شجاع را ما زیر پای خوش افتار میکنم. جان، من میخوایم مثل پدرم کالای پلنگی بپوشم. بنام وظیفه زیاد خوش دارم. قیصر یکی از بهترین افسرهای جنگی اردوی ماست. نباید به دست دشمن اسیر میشد. وقتی که من لباس بطنم کردم، پتلونم تر نشد. دیگه جوانان بطنشان کنه، پتلونشان تر نمیشه. تو با فکر ازار خود باش. بله، درست فهمیدی. ما نمیخوایم که هیچ وقت در وطن شما صلح و آرامی بیاید. همیشه دریای خونریزی جاری باشه. دوتنتان.